بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین المعصومین الهداة المهدیین الحجج المیامین ولعنة الله علی اعدائهم ابد العابدین و دهر الداهرین. قال سیدنا و مولانا زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام: الخیر کله صیانة الانسان نفسه. در متون روایی مواعظ در بحار و روزه کافی و تحف العقول و کتب دیگرمان متأخر از آقا حضرت زین العابدین صلوات الله علیه این روایت نقل شده که خیر تمامش به خود نگهدار بودن انسانه. گاهی اوقات فکر میکنه خیر اینه که خب حالا بره مثلا دو سه تا خونه رو آب بکشه براشون. قدیما بود، الان که نمیدونم، آب دزدی میکنن میگن. جایی بره خدمت عرشبت که فلانی سر را یه نفر رو برسونه، خوبه، صدقتون، در حدیث هم داریم، مرکبش طاقت داشته باشه. الانم که خب اون خبران نیست، چهار چرخ چهار پا نیست، اما تمام خیر مطلق اینه که انسان خود نگهدار باشه. که خب حالا حضرت سجاد علیه السلام به ابو حمزه سومالی فرمود بین طلوعین بیدار باش. ما دوست داریم دوستانمون بین طلوعین بیدار باشن، که همین الحمدلله است. بعضی تا خود بین طلوعین بیدارند، خوابش نمرده، بچم غلظت خونم داشته، سوداشم غلبه کرده بوده دیگه، خدمت عرشات حرارت بدنشم بالا، کبدم مطلق خراب. اگر یه وقتی چای دارچینی زعفرانی هم خورده دیگه هیچی، خوابی خبر نیست دیگه، اینا دیگه خواب میپرونه. الخیر کله صیانة الانسان نه، پرخوری یکم جلو خود خوشمزه بود که سر جانم فدای شکم. صیانة الانسان حرف میخواد بزنه، این که شخص خود نگه ام که مؤمن که هیچ، عاقلم که فهمیده است، باشگاهی نمیدون، جلو شکمشو سر یه لقمه نمیتونه نگه داره، یک هفته دو بستره. گوه اگه فلان چیز بعد فلان قضا نخورده بودیم اسمش نمیبریم این بلا سر نیم. خواب، خوراک، گاهی اوقات یه لباس تن کسی میبینه، این که شد اربعینش هم رد شده از 40 سال، آن رحیل رو باید داریم دیگه، رو به سرازیری آماده کوچ کردن از 40 لفه بعد. لباس قشنگ بود، هرچی میاد باید صیانة الانسان نه. یه چیز گفتن، اینم یه چیز یادشم، در جا اینو نمیجوه لقمه رو، درم روایت دارم حضرت فهم لقمه رو بخوای بدی پایین، بجوش بده پایین، حرفی هم بخوای به کسی بزی بگی، حالا حزنتن او جدتن، یه مقدار فکر کن بگو. یه شخصی اونجا هست ناراحت شد، صیانة الانسان نفسه. گاهی وقات خودشو نمیتونه نگه داره، به دامادش، به برادرش، به من شاکلهو، اهل محلش، هم سن سالش نگاه میکن، این تو این سن سال ماشین داره ما نداریم، این نگاه کن خونه اینجوری داره، دیگه میره فقط میخواد جمع کنه که به اونجا برسه. شخصی کش خودشو، اما دیده بودیم شب و روز کار میکرد، اون یه خونه رو دست خونه فلانی آماده هم شد و درست هم شد، توی حیاتو داشتن میشستن، باستاده بود توی که چند روز دیگه اساس بیارن، باستاده بود نگاه میکن، همونجا سکته کرد افتاد. کارگر میگو
داشت نگاه میگه اینجا میخوان چی بذاریم، اینجا چی بذاریم، همونجا افتاد. سیانت الافسان، چشم چرانی نکن، چشم چرانی فکر کردی مربوط به نامحرم، نه به کفش، به بندل کفشی، به دکمه. ما مگه اینجور می داشتیم چی می شد؟ یه نگاه می کردیم گفتیم ما مگه مثل مقدس اردبیلی بودیم خدمت امام زمان علیه السلام رسیدیم چی می شد؟ ما مگر مثل آزاد ابوالحسن اصفهانی دست خط امام عصر علیه السلام بیاد براش سید ابوالحسن فلان جا خرج کن فلان جا خرج نکن، احوالی که از علماست. من رفتم خورده گرفتم به سید با چند نفر، این چرا همچین کاری رو کردید با وجوهات؟ کشید تو اتاق در و بس. ترسیدیم اول گفت ندنه تو گوشمون، همش بودم طلبه بودم. گفت خط تو میشناسید؟ گفتیم نه آقا. فرمود خط امام عصر علیه السلام به من دستور داده. گفتم اجازه بدیم ببوسیم؟ فرمود نه خیر، بوسیدنش هم نه، بدونی که پیش خودم این کارو نکردم. سیانت الانسان نفسه، خود نگهدار باشه. خوردن خوابیدن حدیث داریم در راه رفتن، نوع راه رفتن ها چجوری راه بره. خب آیه داریم دیگه، ولا تمشی فی الارض مرحا ولا تسعر خدک للناس یا بنی. لقمان به پسرش میگه با تکبر راه نرو، فقط منم رو زمین دارم راه میرم. با گوشه چشم السلام علیکم، ولا تسعر خدک للناس و تکبر بر نگرد، خود نگهدار باشه. حتی در خرج کردم، خب میگن خیلی دست دل بازه، اول ما حقوق گرفت ریخ بپاش یا برو. با قول استاد طب ما میگفت که از پنجم ششم ما دو سیر ماست میگیره، نونشو به پشت کاسه میکشه میخوره برای تو آخر ما باشه، تمام نشه دیگه مجبوری. برمید آهسته برو پیوسته باشه. بعدم محتاج نشه. یکی از تونی جاور میگفت فلانی 24 تا موچه بود، مثلا 24 تا خروس به من بده کار. بین این بزرگوارا از پرنده ها و جمنده ها و دونده ها این خروس رو شبای جمعه میگه این بچه ها میان خونه مای خروس میکشیم میارم پولش برام. بعد 24 تا خروس نه، بعد یه خروس دیگه، بعد خورده تموم شده حال بر پولش بگیر. نتون دعوا شده بود تو مسجد به پیش نماز مراجعه کرده بودن 24 تا خروس مدیونه. حالا اگر خروس نمیخوندی صبح نمیتونستی قوقول قوقول کنی، حال مرغ میخوردی اون شب نون و ماست میخوردی. شب جمعه گفتم حتما روایت مرسله ای، اونم در شب جمعه باید باشه. خود نگهدار باشه. نگاه میکنی ریش کله سفیده، مثال ساده عوامانش که من بفهمم. آقا میگه ببخشید اون خورش جلو شماست، نمیخورید همونو بزحمت. کارت بخوره به این، حال دو دقیقه نگه دار. چند سال قبل مجلس دین بنده خود نوشابه میدادن این شیشه یا درازا، اون یکی رو بدیم ما. گفتم مگه اینقدر حاجاق بیشتر داره توش؟ تو نگاه کنید مال یعنی دو سه تا قاشق مربا خوری، این حالا میخواد شیطان هرچی میگه روز قیامت آیه است میگه فلا تلومونی ولومو انفسکم. شما چرا منو ملامت میکنی؟ شیطان میگه خودتون ملامت کنی، خودتون نفستون ول داده بودین. برای ما یه جور، برای دیگران یه جور. تا برسه به بحثای دیگر، این یکی از کلمات دوربار حضرت زین العابدین علیه السلام که انسان الخیر کله سیانت الانسان نفسه، خود نگهدار باشه. دم از مردونگی نزنیم، اما بچه داره پفک میخوره، این داره
چهار برابر اون که نه، ده برابر اون سن داره. اون داره میخوره، این داره آب از لب لوچش را میفته. کن بهش بچه بفهمد، نه بچه هاست. حالا که خبر میارم بزرگتران میشینم بغل بچه ها کارتون نگاه میکنم. دوران خوبی شده، خیلی خوب شد. سیانت الانسان نفسه، روایت اونام نقل میکنم. وارد شد، شما بفرمایید اونجا، را میفته برو مثل بردزل برون بالا بشین. خب همین جلو به پیغمبر خدا فرمود بشین، خودتو نتونستی کنترل کنی بعد ببرنم بالا. سیانت الانسان نفسه، وجود مبارک و محترم حضرت سید الساجدین صلوات الله علیه در سال 35 یا 36 یا 38 هجری در مدینه منوره روز شنبه در منزل حضرت زهرا سلام الله علیها عالم رو به وجودش مبارک فرمود و منور فرمود. جلد 19 احقاق الحق اینو بیان می‌فرماید. اما حضرت زین العابدین علیه السلام یه والده منحصر به فردی داشت. خب ما همش میگیم شهر بانو سلام الله علیها، بیشتر از 18 اسم جمع کتب، بعضیش خلاصه میشه در 8-9 تا. ابن شهرآشوب علیه رحمه فاطمه و مریم و سیدت النساء اضافه میکنه. در ریاض در انساب بره سلامه سلافه خوله خوله اینا هم اضافه شده تا میرسه بانو شهر بانو شاه زنان جهان شاه و که حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن شهر بانویه. یه فرزندم خدا از امام حسین السلام بیشون داد، حضرت زین العابدین علیه السلام و ایشون از جناب شهر بانو دیگه نه خواهری داره نه مادری. حضرت علی اکبر علیه السلام و علی اصغر سلام الله علیه اینا ابویه ابویین نه ابوینی، از طرف پدر برادرم با ایشون نه از طرف مادر. شهر بانو در زمان ساسانیان، برگردیم به تاریخ باستان، در زمان ساسانیان اسم شهری بوده در ایران، 70 آبادی داشته. یکی از سلطانزاده های اون وقت به نام گلبانو این شهر رو بنا کرد. یه گنبد فیروزه‌ای بزرگی هم وسط شهر بوده و 70 اتاق ضربی اطرافش. در علوم معماری جدید هم دیگه اتاق ضربی محکمتر از سقف‌های چوبی هست و بلکه از زمان ما. این تاریخش هم ببینید و واقعا هم در اون زمان این نام عزت عجیبی در ایران داشته و وقتی همون جنگ اتفاق افتاد کسرا میرفت، مردم ایران عجیب گریه کردن. خب بعد جنگ هم دیگه داستان ها شد. اما شبیه به حضرت ملیکه خاتون یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها که پیغمبر خدا رو در خواب دیدن، حضرت عیسی علیه السلام آمدن، بعد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خواستگاری کردن و این زواج ازدواج صورت گرفت، برای حضرت شهر بانو سلام الله علیه هم همینجور شد. پیغمبر خدا رو در خواب دید با امام حسین علیه السلام. خب فرمود برای خطبه و خواستگاری فرزندم. دیگه از خواب بیدار شدم، فرمود محبت ایشون در دلم موند که در از دست از خورد و خوراک برداشتم. فردا شب با این حال حضرت زهرا سلام الله علیها در خواب دیدم، فرمود من مادر همون جوانم ابا عبدالله علیه السلام. آمدم گفتم که من خلاصه همون مطالب فرمودم،
بیبی فرمود شما باید اول اسلام بیاری، توحید، نبوت پدرم، ولایت شوهرم، تا دخترم پسرم شما رو به عقد خودش در بیارن. در عالم خواب به دست صدیقه طاهره سلام الله علیها اسلام که نه، ایمان آورد. قالت الاعراب آمنا. پیغمبر فرمود نخیر، شما بگید اسلمنا. زد به شانه امیرالمومنین علیه السلام، فرمود وقتی ولایت ایشون رو قبول کردید بگید آمنا. یه وقتی سوال میکنن زیاده تو سال، هر سال ماجرا هست، نماز میتی جای خونده میشه، میگن اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، پشت سر داره والمسلمین والمسلمات. میگن این برادرای ناتنیمونه منظورتونه؟ نخیر. امام صادق علیه السلام فرم بشارت المصطفى لشیعت المرتضی سلام الله علیه ما، فرمود اونهایی که در انبیاء سلف بودن اونها تسلیم امر ولایت امیر المؤمنین علیه السلام شدن. در هر نبی جماعتی ولایت رو قبول کردن، پیغمبر آخر الزمان، اونها رو میگیم مسلمین و مسلمات، اونها رو دعا میکنیم. لیس حیث ذهبت، حذفمون که فکر میکنی نیست، چون وقتم نماز میت خوندن اومدن از امام صادق علیه السلام سوال کردن، بودن روشن فکرهایی در هر زمان سوال کرد. این که حضرت ایمان آوردن، بعد فرمود لشکر مسلم غلبه میکنه بر شما ایرانیان و به شما هیچ صدمه ای نمیرسه و دست نامحرمی به شما نمیرسه، تا ایشونو وارد مدینه کردن دیگه جارچیا داد زدن هر کی میخواد کنیز بخره پاشه بیاد. آمدن این علیا مخدرم تو مسجد داره، زنها مسجد پر شد از نورانیت این علیا مخدره و خواهرش کیهان بانو، که حالا صدوق علیه رحمه میفرماد به فرموده حضرت رضا علیه السلام در عیون که به امام حسن علیه السلام دادن، محدث کلینی هم همینه، اما مفید علیه رحمه میفرماد که در ارشاد به محمد ابن ابی بکر دادن و قاسم از او به دنیا آمد. بعد میگه قاسم پسر محمد ابن ابی بکر با حضرت زین العابدین که پسر خاله بودند. اون خدمت عرض شد که لاعتبار به این قول چون یک نفر نقل کرد. به هر صورت این که این بحث اینه که ما در امامت و ولایتمون خیلی کوتاهی میکنیم، خیلی خوب مجالس جشن ها، اما از اول تا آخرش، چون بعضی ورزش هاشون تو بعضی شبای جشن انجام میدن، اگر پام نشن رو ویبره هستن تا آخرش. اینا رو سعی کنن که خلاصه در نظر بگیرن امام عصر علیه السلام که بعضی از مراجع حی احتیاط وجوبی میکنن، اگر لهوی باشه حرام، بی احترامی به حسینی و مسجد بشه حرام گفتن، اگر لهوی باشه که دیگه هیچ، یعنی مشرف بین باشه. الان هم که خب لهوی و غیر لهوی که بله، کلاس اعلامیش میبینید چارای بازار زدن، کلاس سنتور، کلاس بیالون در دار المؤمنین قم. اون وقت که بارها گفتیم حجاب قبل اسلام بود، در ایران شدیدتر از همه جا بود، 3 توری رو صورت بود. در کاخ کسرا ملک یزجرد یا عنوان هرمز که پدر بزرگ جناب شهربانو بود، اگر کسی ازدواج میکرد دیگه برادری که مجرده اجازه دیدنشو نداشت، یه حجاب. اسلام اومد اینها رو مبینش کرد و مبوبش کرد. تا توی مسجد آوردند، اون دومی اومد پارچه رو بده کنار صورتشون رو ببینه. مرحوم کلینی میفرمه زد زیر دستش. دیگه این هر سه قول داره در همه جا، حالا سال آمدنشون بمونه. حضرت فرمود که خلاصه بریده با دست هرمز. اون دومی که چون به همه زبان‌ها وارد بود گفت این گبرزاده به من فحش داد. گفت فحش امیرم نالستان فرمود این سلمان، اینم ابو لولو،
هر دوشون فارسی یاد دارن. منم که خب بله، ایشونم که استاد الکل فی الکل، فرمود این به پدر بزرگ چیزی گفت. گفت اگر پدر بزرگش هرمز این نامه پیغمبر رو پاره نکرده بود، این جنگ پیش نمیمد. اگر اینها مسلمان شده بودن، جنگ بین اعراب و ایرانیان نمیشد. خب حالا بخری. حضرت فرمود نخیر. پیغمبر فرمود بنات ملوک لا تباع، مخصوصا دختران سلاطین. مگر نشنیدی پیغمبر فرمود اکرمو سلاس، سه طایفه رو اکرام کنید، یکی عزیز قوم کریم او عزیز قوم زل. فرمود اختیار با خودشونه، هر که خواست شوهر انتخاب کنه، مسلمانم بشه، حالا که شدن مسلمان حق دارن در بیت المال مسلمین مهریه شون از بیت المال بده. یه عده بقیه رو بخشیدن به امیرالمومنین علیه السلام به عنوان غلام مرد، رو حضرت آزادشون کرد. بنی هاشم هم بقیه هر چی بخشیدن بهش اونم آزاد کردن. حضرت فرمود خب خودشون اختیار کنید. مرحوم محدث کلینی فرمود ایشون از پشت سر اومد دستش گذاشت روی عمامه امام حسین علیه السلام، فرمود ایشون من اگر اختیار با من ایشون. مفید مفرمد از پشت سلامت دستش گذاشت رو شانه امام حسین علیه السلام. به روایت حضرت باقر علیه السلام قول کلینیه علیه رحمه، آقا امیر المؤمنین سلام علیه فرمودن ایشونو برای همسری انتخاب کردی، سرش انداخ پایین خجالت. حضرت شربانه فرمود حذیفه ایشونو ببرد منزل ما. آمدن فرمود اسمت؟ فرمود شاه زنان. حضرت فرمود اون یه نفر بوده، سیدتون نساء میشه شاه زن. فرمود شما شهر بانو، تا نسبتهای دیگر مریم و فاطمه هست. ابن شهر آشوب سیدتون نساء هم آورده. خب تمام شد. اما شما این مطلب رو دقت کنید، چطور شد محبت و شوق به امامت کاری کرد اصل و فرع و عشیره و قبیله و کشور و ملت و اون لشکر و اون خدمه و کاخ و همه رو گذاشت کنار، اسمی در این مدت حیاتش نبرده این علیا مخدره. چون آمد جایی که عرض کردیم نصر ابن ابی نیزر پسر نجاشی وقتی با اون گروه برای تحقیق به ایران به حجاز آمد، 6 ماه طول کشید. جناب جعفر ابن ابی طالب با مسلمان ها اونجا گفتن این اسلامی پیغمبر، این رو بره تحقیق کنید. سوره حضرت مریم علیه السلام خوندن. تحقیقات تمام شد، گفتن برگردیم. شاهزاده گفت من ندیده خریدار این پیغمبر شده بود. حالا آمده این پسر عمو برادرش رو دیدم. سلطنت دنیا رو به من بدم، دست از اینجا بر نمیدارم. تو کاخ زندگی میکرد، شد چه؟ دهقان مزارع ابو طالب علیه السلام، که امورات موقوفات ابو طالب سلام الله علیه به ید مبارک امیر المؤمنین بود سلام الله علیه. بعد نجاشی از دنیا رفت، اومدن ببرند جانشین پادشاه، گفت دیگه هیچ نمیگه، خودتو نکنم خواهیم بکنم، برادری کسی داری مرد. ازدواج کرد، نوه نجاشی یعنی پسر این بزرگوار جزو شهدای کربلا هست، ملک و سلطنت حقیقی رو خرید. کجاست؟ پایین پا انا خوب به رحلک، سرش گذاشتن اینجا. حلت به فنائک، تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم فنعم عقبت دار. چه خانه خوبی رو اختیار کردید. به این جای ما زندگی میکنیم میگن خونه، به اسم و رسمایی داریم میگه ما اسم و رسم، میگن کشاورزی میکرد. که وقت عرض کردم رجالم هست، یه روز آمد امیرم نالسان فرمه امروز نهار چی دونی؟ گو آقا یختین کدو پختم. فرمه میخوام مهمانت باشیم و حبن و کرامتن. نشستن کدوی پخته را آوردن، نان آوردن، حضرت یه مقدار ماسه تو دستش مالی تو جوب، الله مجلسیم فهم دستاشو شست اومد نمک رو شروع کرد، غذا رو
آفرم چرا نمیخوری؟ فرمود آقا در محضر شما میل میکنید من شاد میشم. فرمود اینطور نه. لقمه گرفت داد به دهانش. امیر المؤمنین سلام الله علیه لقمه داد به دهانش. کجا آمده، کجا بزرگ شده، همه چیز گذاشت کنار. بعدم میبینیم سعادت دارین نصیبش شد. چند سال میگذره اسمش رو من برا گفته میشه ها؟ پسرش کجاست؟ میدونید که نجاشی مسلمان شد پنهانی. دو روایت داریم، یعنی دو قول روایات زیاد داریم. یه قول سلمان مفرمد به تیل عرض پیغمبر اشاره کرد بدن نجاشی آمد تو منزلش. من و چند نفر اصحاب پیغمبر با استاد به بدن نجاشی نماز میت خوند، بدن برگشت. یه قولم حضرت فرمود به تیل عرض پیغمبر خدا رفت به حبشه بر بدن نجاشی نماز خوند. این کی بود؟ شد مؤمن به ولایت امیر المؤمنین بعد النبی. اینقدر میشه محترم. وجود مقدس زین العابدین علیه السلام. حالا یه وقتای جای میگن شما میگید مادرش وقت وضع حمل از دنیا رفت یا در نفاسش از دنیا رفت. نفاسش، نفاس در اون 10 روز، فی مخازه ها همون روز زایمانی که اکثر نفاسه. چند روز بعد از مادر حضرت رقیه هم سلام الله علیها همینجور بود. حببه به اون قول. خب حضرت یه قولی، یه سؤالی که یه وقت میکنن، این روایات که امام سجاد علیه السلام فرمود من با مادرم هم قضا نمیشه توی ظرف باشه، چون گاه اوقات میترسم مادرم، لفظ ترجمه فارسیش، نیتش به یه لقمه باشه من دستم زودتر بره به مادرم بی ادبی بشه. شما که میگید مرد روز ولادت یا چند روز بعد ولادت. امام حسین علیه السلام یه کنیز داشت به نام حسینیه یا حسنیه. این کنیز زین العابدین علیه السلام رو بزرگ کرد. به ایشون مفرمود مادر، با ایشون هم قضا نمیشد، نه جناب شهربانو که اون ایراد بیاد، اون صحبت بیاد در ذهن. به هر صورت وجود مبارک زین العابدین علیه السلام وقتی به دنیا آمد خبر به امیر المؤمنین دادن سلام دار. حضرت سجده شکر به جا آورد، آمد خب منزل حضرت زهرا سلام علیها. در گوش راست حضرت سجاد علیه السلام اذان، در گوش چپ اقامه. اسم خودش رو گذاشت روش، علی. کنیه خودش هم گذاشت ابوالحسن سلام داد. و بعضی کتبمون ابو محمد هم آمده به اعتبار حضرت باقر سلام الدعلی. بعد حضرت امیرالمؤمنین روزی که ایشونو به عقد امام حسین علیه السلام در آورد فرمود پسرم از این زن مراقبت کن، به زودی غلامی از او به دنیا خواهد بود که خیر و اهل الارض و سما میشه بعد خودت و نسل تو از نسل اویه. مال این بود که به سهل ابن قاسم بوشجانی حضرت رضا علیه السلام فرمود ما با شما ایرانی ها یه نسبتی داریم. ابن رسول الله فرمود که حضرت شهربانو ایرانیه و نسل جدمون زین العابدین مادرش اینه، ما با شما یه نسبتی داریم. این افتخاره. خب وجود مبارک حضرت سجاد علیه السلام قریب به 35 سال امامت کرد. مشهورترین القابش سید الساجدین و زین العابدین. ذو الصفنات سالی 2 بار پینه پیشانی و سر 2 زانو و دستشو قیچی میکرد از بس عبادت میکرد. به جابر گفتن شما روتون بازتره، صحابی پیغمبری، آخرین صحابی پیغمبری. بفرمایید شیعه گفتن آه خیلی خودشو اذیت می‌کنه، این همه نماز. رفت با عزت و احترام بگه، فرمود جابر صحابه هم آمدن به جدن پیغمبر گفتن که شما که گناه نکردین چرا اینقدر نماز می‌خونید؟ فرمود نمی‌خواید من عبد شاکر باشم؟ مگه نماز مال گناهه؟ فقط این نعمی که خدا داده نمی‌خواید من شکرگزارش باشم؟ امام باقر علیه السلام فرمود روز نگاه کردم پدرم
ایستاده از بس لاغر بود در باغ نماز میخوند، باد حرکتش میداد. حدیث داریم علامه مجلسی هم فرموده در کشف القمم است، یه پوستینی که آستین نداشت تن زین العابدین بود بعد واقعه کربلا، زمستان و تابستان از بس بدن ضعیف بود، این همه گرسنگی و کتک، اونم با تب و لرز، چیزی نگذاشته بود به بدن. فرمود تو سجده رفت، رکوع رفت، گریه کرد، نگاه کرد دیدم پاهای بابام ورم کرده، همون جدم پیغمبرم پاش ورم کرده بود وقتی نماز میخون. گفتم گریه کرد. فرمود چرا گریه میکنی؟ گفتم به این حال شما. فرمود صندوقچه رو درشو باز کن، کتابی از احوال پدر بزرگم امیرالمؤمنین رو نوشته، نگاه کن چه کسی میتونه مثل علی ابن ابی طالب فرمود عبادت کنه، من عبادت میکنم. ساکت شدم. حالا ببینید امیرالمؤمنین سلام الله علیه چه عبادتی میکرده، وجود مقدسش. آخر عرضم یکی دعا تمام مطالب میفرمود، یکی تاریخ میفرمود، بیدهم الواحون و مردم صحابه دستشون می نوشتن همه را در وسائل دونه. سوم یه تبلیغ خاص کرد، غلام می گرفت منزل، با سواد می شد، شیعه اثناعشری می شد، حضرت کنیز دیگرم مسلمان می شد، به عقدش در مال می داد، گفت در فلان دهات یمن برید باقی در اونجا خریدیم. بعضی ها تا 4000 غلام و کنیز ذکر کردن، اما اینا تو حجاز و دهات اطراف مدینه و مکه نبود، به بلاد بعیده میفرستاد. چرا؟ هر کدام از اینا یه مبلغ ولایت امیرالمؤمنین شدن. رجال میخونیم 4 نسل این راوی رو، ببینیم برمیگرده به یمن. این یمنی از کجا آمده؟ از مدینه آمده، غلام زین العابدین بوده به دستش، این بعدن شدن صحابی اهل بیت، شاگردان حضرت جواد، حضرت موسی بن جعفر، حضرت رضا علیه السلام. هر جا رفتن اطرافشون شیعه شدن، چون حکومت نمیگذاشت زین العابدین علیه السلام کاری بکنه. کار کنیم یا کار کنیم، ید الله مع الجماعه است. برای خانواده هر جا میریم، نه فقط محرم و نه فقط اربعین و نه یه وقت فقط کربلا و بعضی هم خیلی ریستر، نه فقط تو حرم امام حسین علیه السلام، تا اومدن بیرون احمد پوده همون که بوده، نه فصلی دوستشون بداریم تو خونمون، هم سر سفره کسی داره بیادبی میکنه چیزی بگیم، رفیقمون هم یه حرفی میزنه به عذاب و کتل و علم و مشکی و روزه و چه و چه، سرمونو که نمیبرم جاش. البته امیرالمؤمنین علیه السلام فرم کسی خودشو اعلم از شما میدونه، بالاتر میدونه، باش بحث نکن، حرف قبول نمی کنه. ذرهم، قرآن مفرمد یخوزو و یلعبو فی طغیانهم یعمهون، بذار در هم رهاشون کن، در اون گمراهیشون غرق بشن برن. بعضی ها چون همینه لقمه ها نگذاشته. حضرت سجاد علیه السلام یه قسم گریه ها در عبادت و نماز، یه قسمم که خوب پیداست، قسم عمده بعد واقعی کربلا بود. ولم یزل کذالک حتی لحق به امام صادق علیه السلام، این گریه بود تا ملحق شد و دنیا رفت. فقط یه کلام عرض میکنم، این دوران حضرت دوران جگرخون بود، همه جلو نظرش، جدای بر علم امامت غیب مطلق، یک غلامی تازه خریده بودن، این غلام سفارش کرده بودن سبزی بگیره، چی بگیره چی بگیره، مخصوصا بازنجان هم داریم، چون زین العابدین علیه السلام علامه مجلسی به خوراک بازنجان هم علاقه داشتن. خب بعضی سودهای نمیاد چه بخورن، این غلام گرفته بود سر را برای آشپزا و غلامام گفته بود نه سر گوسفندی هم بخور. آقا چون از کربلا برگشته بود دیگه میل نمیکرد سر گوسفند، روایت این غلام خب برداشت خدمتش، بنده خدا تازه تو خونه اومده بود، مؤمن بود به ولایت، منتها خب از مسیر آمد تا بره به اندرونی، زین العابدین علیه السلام از رو پلکان و درج اومد پایین، دو سه تا پلکان از چشمش به آقا افتاد، گفت سلام، السلام علیک ابن رسول، آقا جواب سلام داد. میگه وقتی دیدم حضرت چشمش به این سر گوزبان افتاد برگشت تو اتاق،
رفت اتاق در رو بست، دیدم به صدای بلند مفرمد وا ذبیحا وا قتیلا، تا شب صدای گریه ساکت نشد. اومدن گفتن چرا این کار؟ گفت من نمیدونست. حالا ببینید سر گوسپندی رو دیده بعد 37 سال، 35 سال، خود این آقا فرمود عمم یه چیزهایی دیده من ندیدم. اون عمه چه دیده؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج.